خب تنفیذ رئیسی دیروز مراسمش برگزار شد. تیتر اول برخی از روزنامه‌ها این بود که عصر رئیسی آغاز شده در این شروع دولت 13 با این همه بحران که در کشور. محمد رهبر اینجاست تا فضای مطبوعات رو بررسی کنیم، ببینیم که چه اتفاقی در روزنامه‌ها افتاد و نظر محمد چیه. بله، دیروز جشن تنفیذ آقای رئیسی بود و آقای رئیسی کسی بود که از اون اول که وارد انتخابات شد همه میدونستن همین رئیس جمهور خواهد شد. آقای خامنه ای هم که به کام دلش رسید و در واقع تنفیذ و انتخاب یکی بود، کسی رو که خودش انتخاب کرده بود تنفیذ شد. 60% مردم که شرکت نکرده بودن رأی نداده بودن. یک اتفاقی که در مراسم دیروز افتاده بود این بود که نگاه می‌کردیم می‌دیدیم اصلا از رؤسای جمهور قبلی خبری نیست. رؤسای جمهور قبلی الان جزو مخالفان و معاندان نظام شمرده میشن و همین رئیس جمهور قبلی، همین آقای روحانی هم که حضور داشت، نه ازش تشکری شد نه اصلا کسی به اون اعتنایی کرد. انگار یک نفوذی، یک نامحرم در جمع بود که باید هرچه سریعتر هدایتش میکردن به بیرون. و این مراسم البته امروز در روزنامه ها بهش نگاهی شده، ولی آقای رئیسی خوش آمدی نگرفته انقدری از اسباب مطبوعات. یه نگاهی بندازیم به روزنامه اعتماد که عباس عبدی یادداشتی نوشته در همین باره و گفته که خب روحانی هم رفت و روحانی سیاستمداری بودش که از دل مردم بر نخواسته بود، از ساختارهای جمهوری اسلامی بالا آمده بود و کسی بودش که با زیردستاش خیلی مغرورانه برخورد میکرد، خیلی عملی مشکلات این گونه داشته. اما این رو بدانیم که تمام نهادهای نظام در یک اتفاقی که در دنیا بی‌نظیر هست علیه او بودند. البته این رو حقیقتی میگوید و دست آخر نوشته با یه وضعی خواهد شد که ما روحانی برامون نوستالژی میشه با عملکرد دولت بعدی. دقیقاً همین یادداشتی که میگه نیازمند سیاستمداریم دیگه. بله بله، همین یادداشت آخرش نوشته که نوستالژی میشه و واقعا هم همینطور هست. از 42 سال پیش تا حالا هر روز بدتر از دیروز بوده و هر سال دریغ از پارسال. بگذاریم بریسیم به روزنامه بعدی که اون هم پرداخته به همین مراسم جشن تنفیذی که برای رئیسی گرفتن و دولتی که رفت و دولتی که میآید. مهدی آیتی نوشته که قبلا هم نماینده مجلس بوده و گفته که خب در این چند روزه یک هجوم گسترده ای به روحانی شد که هر چه مشکل و بدبختی از گردن او بیاندازن که یک فضای دست نخورده ای برای آقای رئیسی بیاد، در واقع سوپرمنی بیاد وسط ماجرا. بعد ادامه داده که پیش بینی کرده، گفته این دولت رئیسی در دراز مدت به هیچ جا نخواهد رسید. ممکن هستش یه کارهایی انجام بده، کارهای خیلی روتینی انجام بده که یه درصدی از مشکلات رو حل بکنه، اما وقتی در مملکت رو می‌بندیم، وقتی که با هیچکی رابطه نداریم، منزوی هستیم در دنیا، در دنیایی که همه به هم دیگه وصلن، خب نمیتوانیم به جایی برسیم و اقتصاد ما بهبود درستی پیدا بکنه. به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه فرهیختگان هستش که خیلی شادمانه اومده تیز زده که امیدوار هستن، دولت همه مردم هستن و یه چند نفری هم درش ابراز امیدواری کردن که حتما وضعیت تغییر خواهد کرد. خب عجیب هم نیستش دیگه، آقای ولایتی بالا سر این روزنامه است، از نانخورهای حکومت هستن و احتمالاً دستی هم در دولت بعدی خواهند داشت و روزگار خوشی براشون شروع شده. ولی که من فکر میکنم که یک جورهای آغازی بر پایان شاید باشد آقای رئیسی با این اوضاع قمر در عقربی در ایران هست. به روزنامه بعدی برسیم و مصیبت‌هایی که در ایران داره اتفاق میفته، هر روز کرونا جلوه تازه‌ای پیدا میکنه. الان سرم هم پیدا نمیشه، نه قندیش نه نمکیش و آب مقطر هم حتی. یکی از این سوپروایزرهایی که روزنامه سپید که روزنامه بهداشتی هستش اومده باش صحبت کرده، گفته آقا وضعیت طوری هستش که ما سرم نداریم به مردم بگیم بریم ناصر خسرو بگیریم. سرم 10,000 تومانی شده 80,000 تومان و این هم بر اون هزینه های هنگفت کرونا اضافه شده و دلیلش هم این هستش که مسئولان پیش بینی نکرده بودن چنین موجی رو و می توانستن وارد بکنن که نکردند و در واقع هیچ کاری نکردن، همینجور مملکت رو رها کردند. هم در مسئله دارو هم در مسئله قرنطینه که همین امروز هم شنیدیم که آقای خامنه‌ای فرمانی بر قرنطینه، آن نامه وزیر بهداشت بود در واقع که تقاضا کرده بود چند روز پیش که 2 هفته کل کشور تعطیل بشه با توجه به سویه دلتا که داره گسترش پیدا میکنه، آمار مرگ ها به شدت بالا رفته و امروز وزیر کشور گفت که اصلا برنامه‌ریزی براش نشده که بخوایم این کارو بکنیم و منتفی کلا.
به همین راحتی. حالا حساب بکنید این مملکت بیدر و پیکر یک جاهاییش هم داره آتش میگیره، در آتش میسوزه و ما اونجاها هم از کمک دولت، اصلا دولتی وجود نداره انگار، حکومتی وجود نداره که در واقع آتش رو مهار بکنه. روزنامه بعدی رو ببینید، روزنامه که آقای کهرم در اون یک مقاله نوشته و گفته اونها که رفتند و سوختند در منطقه فیروزآباد آتش گرفته بود جنگل‌ها، چند نفر از این هواداران محیط زیست و اونهایی که اونجا زندگی میکردن رفتن خاموش بکنن با بیل و خاک و این چیزها، چون آبپاشی هم در کار نبوده در اون منطقه. هرچه هم درخواست کردن نه بالگردی اومده نه هواپیمایی اومده، نه اصلا به اونها جوابی داده شده. چهار نفر اونجا از جانشون از دست دادن و آقای کهرم گفته که خب این چطوریه که ما برای یک درخواست میکنه ترکیه براش میفرستیم یه هواپیمایی رو و برای خودمون چنین کارهایی رو نمیکنیم. یه خبر جالبی هم داده که این ایلوشنه که الان رفت ترکیه یک بار فقط اومده اطفای حریق کرده در ایران و اون یک بار هم پولش رو نداده دولت، مثل این که مال نیروهای مسلح بوده، بنزین و پول خلبان اینها رو ندادن. دفعه بعدی گفته تا پول ندید من بلند نمیشم. این وضع ما، وضع ماست و نگاه به منافع ملی و میراث ملی ایران که همین جنگل ها و کوهسار هاست واقعا با جای تاسفه. خب ممنونم از تو محمد رهبر، همکارم با من اینجا در استودیو بودیم.